سلام و درود، با ما همراه باشید با این بخش از خبرهای فارسی. امروز شنبه 19 تیر ماه 1400 جمعی از رانندگان تاکسی کد 8 مریوان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در ساختمان اداره تاکسیرانی این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند. روز جمعه 18 تیر 1400 نیروهای سپاه پاسداران در دره بنر از تابع مرگور ارومیه به سوی شماری از کولبران شلیک کرده و یک کولبر را با هویت عبدالعزیز حاجی پور 43 ساله به قتل رساندند. به پدر 3 فرزند و اهل روستای چریگاواد از تابع مرگور ارومیه می باشد. یک پناهجوی سیاسی کرد با هویت شهرام تاجگردون اهل روستای قارناس تابع شهرستان نقده پس از رد درخواست پناهندگیش در کشور آلمان با خطر جدی دیپورت به ایران روبروست. شهرام تاجگردون که از سال 2018 وارد آلمان شده و تقاضای پناهندگی داده، متعاقب به رد چندین مرحله‌ای درخواستش، هم اکنون در یک سلول انفرادی واقع در مرکز اختصاصی دیپورت شهر فورتسهایم نگهداری و از فشار روانی زائد الوصفی رنج می‌برد. سحرگاه روز جمعه 18 تیر 1400 یک مرد اهل شهرستان صحنه با هویت کیانوش عزیزی 48 ساله در محله 30 متری این شهرستان به خانه پدریش رفته و خواهرش را با هویت فرشته عزیزی 35 ساله و میلاد عزیزی 30 ساله به رگبار بسته و آنها را به قتل رساندند. همچنین فرزند 8 ساله فرشته نیز در اثر این تیراندازی از ناحیه سر به شدت مجروح و جهت مداوا به مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از کار افتادن تجهیزات بیمارستان‌ها بر اثر قطع برق را کذب محض خواندند و حسن روحانی خواستار برخورد با کسانی شد که خبرها در این زمینه را منتشر می‌کنند. همزمان انتقادهای کارشناسان و مقامات پزشکی از عملکرد وزارت بهداشت بالا گرفته است. در حالی که وزیر بهداشت رژیم وعده داده بود که از روز شنبه 19 تیر ماه واکسیناسیون عمومی با تزریق روزانه 400 هزار دوز شروع می شود، در سخنان امروز رئیس جمهور رژیم و سخنگوی ستاد کرونا هیچ اشاره‌ای به شروع واکسیناسیون عمومی نشد. قیمت دلار در آغاز هفته به 24950 تومان رسید که نسبت به یک ماه پیش 900 تومان گران و نسبت به 6 ماه پیش 200 تومان ارزان شده است. قیمت دلار پارسال همین موقع 22260 تومان بود. سپاس که بیننده ما بودید.